شمار زیادی از شیعیان معترض به بسته ماندن مساجد و ممنوعیت مجالس عزاداری در شهرستان‌های شمکر، برده، بیلقا، لنکران و شهر گنجه مجازات شدند. برخی از معترضان به ادارات پلیس جمهوری آذربایجان احضار و بازداشت شدند. در شهر شمکر دو نفر به مدت 25 روز بازداشت شدند. همچنین در شهر برده زندانی سیاسی سابق الشن عباسوف به بهانه صحبت کوتاه به اداره پلیس فراخوانده شده، اما پس از مراجعه به پلیس بازداشت شده است. به گفته نزدیکان وی مدت بازداشت وی 30 روز است. الشن عباسوف یکی از فعالان جمهوری آذربایجان است که چندی پیش از زندان آزاد شده بود. در شهر لنکران نیز 8 نفر به اداره پلیس برده شده اند و با وجود بازگشت 7 نفر از آنها، یک روحانی به نام سید جاور میریوف برای مدت 10 روز بازداشت شد. در شهر بیلقان نیز پلیس 20 نفر را بازداشت و پس از جریمه آزاد کرد. در شهر گنجه نیز 6 نفر پس از احضار به اداره پلیس آزاد شدند. در شهر یولاخ هم یکی از شیعیان به نام غضنفر فردی برای مدت 15 روز بازداشت شد. شایان ذکر است برخی سیاست‌های الهام علیوف رهبر این کشور مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفته است. از جمله این رفتارها میتوان به ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها، ممنوعیت پخش اذان از مساجد، ممنوعیت ورود دانش آموزان و افراد جوان به مساجد، تعطیلی مدارس اسلامی و محدودیت شدید طلاب، ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی و عزاداری‌های ماه‌های محرم و صفر در بیرون از مسجد و حسینیه‌ها، دستگیری فعالان مذهبی و تخریب برخی از مساجد شیعیان اشاره کرد. برخی حتی رئیس جمهور این کشور را به سکوت و عدم واکنش نسبت به فعالیت‌های ضد اسلامی متهم کردند.